خانم عثمان، شما جز افرادی هستید که از اولین روز آغاز جلسه دادگاه محاکمه حمید نوری در شهر استکهلم تمام جلسات رو حضور داشتید. خیلی وقتها در واقع برای افرادی که حضور نداشتن در دادگاه گزارش دادید که در دادگاه چه گذشته. میخواستم ازتون بپرسم که تا الان روند دادگاه رو چطور دیدید و تجربه شما از این دادگاه چگونه بوده؟ به نظر من روند دادگاه دقیقا روند یک دادگاهیه که توی چارچوب بندی صحیح قضایی در کشورهای متمدن امروزی هستش و من خیلی خوشحالم که حتی حمید نوری هم از کاملا مزایای یک محکومی که توی کشورهای قانونمند داشتن وکیل، دسترسی به آیپد، دسترسی به تمام چیزایی که مورد نیازشه داشته در تمام این مدت و به نظر من دادگاه روند بسیار بسیار خوبی داشته. چه برای من به عنوان یک ایرانی آموزشی بود که یک سیستم قضایی درست چطوری اجرا میشه و تمام شاهدینی که در طی این مدت در دادگاه شهادت دادن، گفته های اونا، خاطرات اونا، بیانات اونا از زندان های گوهردشت و اوین و مقایسه شرایطی که اونا گذروندن با اون چی که حمید نوری الان داره میگذرونه برای من بسیار آموزنده بود و در این حال تکان دهنده. گاهی دچار احساسات بسیار شدیدی میشدم وقتی که خاطرات زندانیان رو میشنیدم، خصوصا وقتی تعریف میکردن که چطوری دوستانشون، همبندیاشون از کنارشون برده میشدن و دیگه بر نمیگشتن و احساسات عجیب به من دست میداد. به طور خاص وقتی که حمید نوری شروع میکنه به دعا کردن، شکر کردن، دستشو بالا میگیره، اینا منو دچار تناقض بسیار شدید احساسی میکنه که خوشبختانه از اونجایی که باز هم یک سیستم قضایی صحیح و درسته، ما باید کاملا به احساسات خودمون مسلط باشیم. این چیزیه که قاضی از روز اول خواسته. تا الان با توجه به اینکه شما همه جلسات دادگاه رو حضور داشتید، جالبترین نکته که در دادگاه برای شما دیدید یا پیش اومده یا تجربه کردید چه بوده؟ نمیتونم به طور مشخص انگشت روی خاطره خاص یا گفته خاص یا لحظه خاصی بذارم که بگم این جالب ترینش بوده، ولی میتونم بگم لحظات بسیار آموزنده‌ای بوده برای من، خصوصا رفتارهای حمید نوری، رفتارهای واقعا تحریک‌گرانش که به طور خاص با دادستانهای زن این پرونده هستش و تسلط اونها به خودشون که هیچ احساسی نشون ندن و بر اساس اون چیزی که در واقع محکومیت حمید نوریه چارچوب دادگاه رو پیش ببرن. خیلی از شما سپاسگزارم خانم سیمین. ممنون.